تو بگو چقدر سفیدی تا بگویم چقدر قانون پشت سرت مثل کوه ایستاده حق نانوشته ای که به گفته سیاه پوستان آمریکایی نصیب سفید پوستان شده تا سفید بختی را بر مقام بیاورد شهروندان سیاه پوست آمریکایی که نزدیک به چهارده درصد جمعیت 330 میلیونی آمریکا را تشکیل میدهند بارها از نابرابری شکایت کردند شعله های تظاهرات کنونی بیش از هفتاد شهر آمریکا را فرا گرفته و در آنچه تبعیض خوانده می شود ریشه دارد. در آمریکا می گویند رنگین پوستان و سیاه پوستان قرنهاست تظاهرات می کنند امروز نوبت سفید پوستان است که شانه به شانه ایشان دهند. شاید این پیون فراگیر شده. حضور سفید پوستان اگرچه در مرکز توجه اعتراضات اخیر آمریکا نباشد، بیشک قابل توجه است. سفید پوستان آمریکایی در رسانه ها، اجتماعات و فضای مجازی علیه تبعیض موضع گرفتند اما بسیاری آن را کافی نمی دانند. من اینجا هستم برای اینکه معتقدم وقتی سکوت می کنید سهمی از ظلم را انجام میدید. من یک زن سفید پوست و دارای امتیاز در ایالات متحده هستم. و این وظیفه منه که در مورد اونچه که در حال حاضر برای سیاه‌پوستان در سر و سر جهان و به ویژه در کشور خودم داره اتفاق میفته صحبت کنم. این مدلی که کشور من داره برخورد میکنه درست نیست و ما باید در مقابل اون بایستیم. در مقابل این دیدگاه گروه های افراطی سفید پوست از این فرصت سوء استفاده می کنند. آنها به برانگیختن احساسات نژادی متهمند. افرادی که خشم خود را به آسیب رساندن به اموال عمومی نشان می دهند. چیزی که کنشگران حقوق سیاه پوستان آن را بایکوت می کنند. تا این دیگه در همجوش سرریز نشود. من فکر می کنم واقعا میتونید تونید درک کنید که عصبانیت به سمت چه کسی داره هدایت میشه؟ به سمت مرد داخل کاخ سفید واقعیت اینه که هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ اتفاقی تا به حال در مورد اداره پلیسی که مسئولیت کشتن جورج فلوید رو بر عهده داشته نیفتاده معلوم مردم قیام میکنن یک تحلیل دیگر در آمریکا این است که سفید پوستان میراستار تبعیز گذشتند و نمی که سیاه پوست بودن در آمریکا چقدر سخت است و حالا باید فارغ از حس همدردی و دلسوزی سهم خود را برای مقابله با این بیادالتی بهده بگیرند تا وضع موجود تغییر کند. همراهی سفید تا همین حد هم نشان میدهد که جنبش فرانجادی برای تأمین عدالت در آمریکا شکل میگیرد. تاریخ نجات پرستی آمریکا 25 ماه می جورج فلوید سیاه پوست زیر گام معمور سفید پوست کشته شد کیانافیروز ایران اینترنشنال